رفقا الان صدای منو داری؟ الان صدا خوبه. الان خوبه. خیلی خوب. بحث رو با هم دیگه ادامه بدیم لطفاً که زمان رو از دست ندیم تا ادامه ای داستان. بسیار عالی. آقا در ادامه نکته شماره 10مون که این جدول بود و خیلی هم برام مهمه، بریم سراغ دیدگاه برخی فیلسوفان اروپایی در باب اصل علیت. اولا اگر خاطرتون باشه من در همین جلسه خدمت شما عرض کردم که ما یک سری فلاسفه رو داریم که عقل گران، یک سری فلاسفه رو داریم که حس گران. آره، اونایی که عقل گران عقل رو به تنهایی میپذیرن، اونایی که حس گران عقل رو به کمک حس و تجربه میپذیرن. پس یک سری فیلسوف داریم عقل گران، یک سری فیلسوف داریم حس گران. حالا آقا رابطه علیت یک رابطه عقلیه، رابطه نیستش که با حس و تجربه بتونیم بهش برسیم. پس علل قاعده اگر عقل گرا باشیم اعتقاد داریم به علیت، ولی اگر حس گرا باشیم علیت رو انکار میکنیم. پس رابطه بین عقل گرایی و حس گرایی با اعتقاد داشتن و انکار کردن اصل علیت حواستون باشه. حالا اول کتاب اومده راجع به دکارت صحبت کرده، گفتم دکارت عقل گراست، پس علل قاعده به رابطه علیت اعتقاد داره. بله، حالا خط دوم زیر مفاهیم اولیه خط بکش، ادامه همون خط زیر فطری خط بکش، دو خط بیا پایین تر، میگه آقا برای اصل رابطه علیت، برای فهمش، برای درک خود رابطه علیت ما به تجربه و آموزش نیاز نداریم، اما برای یافتن مصداقهاش، مثلا نورانیت رو میبینیم دنبال این بگردیم علتش چیه، اون رو نیاز داریم به تجربه و آموزش. چند تا نکته خوشگل اینجا در میاد. یک، اینکه دکارت، یادداشت بکنید براش، دکارت اعتقاد داره اصل علیت یک اصل فطریه، یعنی اعتقاد داره نیاز به آموزش نداره، بی نیاز از آموزشه. آره، این عقیده دکارت. پس دکارت اصل علیت رو بی نیاز از آموزش میدونه. آره، ولی اگر مقایسه بخوام بکنم با درس چهاری که علی الظاهر حذفه، ولی اون مطالبیش که در ارتباط با درسای دیگش میاد، اونجا میاد میگه فلاسفه مسلمان